سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام یه مقدار راجع به بازار کار توی کانادا، نحوه کار پیدا کردن و اینکه کلا درآمدها بعد از تحصیل چطوریه صحبت بکنم. حقیقتش این ویدیو بود که خیلی وقت میخواستم ضبط بکنم، ولی خب فرصت نمیشد و هر بار یه ویدیوی دیگه به ذهنم میرسید، ولی بالاخره تصمیم گرفتم که امروز این ویدیو رو ضبط بکنم. چرا میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم؟ کلا بحث کار و درآمد خب برای همه مهم هستش دیگه. بعد از اینکه وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشیم، خیلی دوست داریم بدونیم که کاری که در کانادا قرار انجام بدیم چه درآمدی داره، یا حتی اصلا قبل از مهاجرت، هنوز که شما تو ایران هستید، شما یه درسی خوندید، مثلا مهندس عمران هستید، مهندس مکانیک، بر انواع اقسام رشته ها، و خیلی کنجکاو هستید بدونید که بعد از اینکه از ایران به کانادا اومدید و احیانا تو کانادا یه درس دیگه خوندید یا کلا مهاجرت کردید، سطح حقوقتون چطوری هستش، خصوصا برای اون شروع کار. توی این ویدیو به این سوالا جواب میدم. میریم چند تا سایت رو با هم میبینیم، سایت های کاریابی هستن و یه مقدار راجع به درآمدها و نحوه کار پیدا کردن با هم دیگه صحبت میکنیم. توی این ویدیو همراه من باشید. بهتر هستم دانشجوی دکتر دانشگاه مکمستر کانادا. اگر اولین بار یه ویدیو از این کانال میبینید، خیلی خیلی خوشحال میشم این کانال رو سابسکرایب کنید. من سعی میکنم راجع به زندگی دانشجویی و اپلای و مهاجرت به کانادا ویدیو بسازم. پیج اینستام دارم، خوشحال میشم اونجا شما داشته باشم. خب به جای اینکه خودم راجع به این قضیه صحبت بکنم و بخوام اعداد و ارقام بهتون بگم، میریم عملا با هم دو تا سایت کاریابی رو نگاه میکنیم الان، ببینیم که اصلا شرایط چطوریه، نحوه کار پیدا کردن چطوریه. حالا من خودم تو ایران که دنبال کار نگشتم، ولی خب اینجا که یه مقدار دارم به حال نگاه میندازم، با حقوق آشنا میشم، احساس کردم که میتونم یه اطلاعات خیلی خوبی بهتون بدم. خب اولین سایتی که میخوایم با هم نگاه بکنیم سایت گلاسدور هستش، که میتونم بگم یکی از بهترین سایت ها برای پیدا کردن کار و کلا بحث های درآمد و کمپانی های مختلف و اینجور چیزا هست. حالا صفحه رو با هم میبینیم، سایت گلاسدور رو. شما اینطوری روندش اینطوری که شما میایید مثل بقیه پلتفرم ها، بقیه سوشال میدیا ها، اول یه اکانت میسازید اینجا و یه جایی داره شما میتونید رزومتون رو آپدیت بکنید، رزومتون رو در واقع آپلود بکنید، یا حتی میتونید رزومتون رو در واقع این پروفایل گلاسدور رو با پروفایل لینکدینتون لینک بکنید و اگه رزومتون توی لینکدین هست، خود به خود همینجا هم وارد میشه و بر اساس اون میاد به شما ریکامند میده، یعنی شغل های مرتبط با شما رو به شما پیشنهاد میده. مثلا این پروفایل گلاسدور من هست اینجا و میبینید که خودش اومده و یه تعداد جاب رو برای من پیشنهاد داده، گفته مثلا جونیور استراکچرال دیزاین انجینیر، یعنی مهندس طراح اولیه تازه کار جونیور اصطلاحا، گفته تو شهر گولف هستش، درآمدش هم 45K تا 65K، یعنی 45000 تا 65000 به سال. اینجا تو کانادا هم درآمدها رو سالانه ما میگیم. و حالا چیزای دیگه، 4 تا شرکت دیگه هم پیشنهاد داده، اینم که تاریخ بارگذاری این اعلامیه، این نوتیف استران هستش. و حالا کاری که من میخوام بکنم اینجا، میخوام ببینیم چند تا رشته رو با هم سرچ بکنیم تو این سایت گلاسدور، ببینیم که حقوقاشون به چه صورت هست، کلا آگهی ها رو اینجا چطوری میذارن. خب من اینجا شروع میکنم، مثلا میزنم استراکچرال انجینیر، حالا جابز لوکیشنش رو هم میذارم تورنتو. خب پیشنهادایی که بهم میده رو اینجا مثل که قبول نکرده این آره استراکچر انجینیر این جاب تورنتو. خب ببینید اینجا حالا نحوه این سایت ها اینطوریه که بر اساس حالا اون تایتلی که شما میزنید و تاریخ پست اعلامی و اون فاصله که شما دوست دارید برید سفر برای کارتون، اعلامی ها رو بهتون میده. حالا خیلی با این مواردش کار نداریم، شما میتونید خودتون با این سایت بازی بکنید و ببینید بقیه قسمت ها چطوری هست. اینجا همه این اعلامیه رو میبینید که حالا بعضیشون یه روز پیش پست شدن، بعضیشون 30 روز تاریخشون میگذره، بعضیشون 24 روز پیش، 24 ساعت پیش. و خب اومده چیکار کرده؟ اومده همه اون ریکار مثل در واقع مثل نحوه اپلای برای یه پوزیشن میمونه، یا مثل اپلای برای دانشگاه. کنه هر کدوم از اینا میان و اون ریکوایرمنت های اون شغلشون رو بهتون میگن، میگن محیط کار چطوریه و احیانا یه مقدار راجع به درآمد و حقوق اون کار هم صحبت میکنن. یه نکته بگم که حقوق ها اینطوری مثلا ثابت نیستش که همه یه پای حقوق ثابت داشته باشن اینجا. هر شرکتی بر اساس اون درآمد، بر اساس اون بیزینسی که داره، میاد به کارمنداش یه آفری میده بابت شغل. و حالا کسی هم که میخواد بره کار بکنه، قاعدتا 4-5 تا آفر مختلف که هست میبینه، هر کدوم که مناسب تر برای اون بود میره و حالا قرارداد نهایی رو با اونها میبنده و استخدام اونجا میشه. اما حالا کار پیدا کردن هم به همین سادگی ها نیستش، کلا گشتن زیادی نیازه توی کشوری مثل کانادا و شاید 3-4 ماه آدم زمان ببره تا بتونه اون کاری که مناسب هستش، اون کاری که براش درس خونده رو پیدا بکنه. ولی حالا ما با اون بودش خیلی کار نداریم، بیشتر همین هزینه ها و کلا روند کلی کار پیدا کردن و اینکه درآمد ها چطوری هست رو یه خورده می‌خوایم با هم صحبت بکنیم. خب مثلا اینجا این کاری که حالا من اینجا زدم،
در واقع بحث دیزاین سازه‌ای هست و من چیکار کرده اینجا اومده، اول از همه درآمدها رو گفته درآمد بین 66 هزار دلار تا 83 هزار دلار که برای یه فرد تازه کار، یه فردی که تازه از دانشگاه اومده بیرون، حالا یه مقدار سابقه کمی داره، میتونه حقوق خیلی خوبی باشه، 66 هزار تا 83 هزار دلار. و البته یه نکته هم بگم که از این درآمدی که اینجا هست تقریبا شاید 20 درصدش 25 درصدش بابت مالیات بره، یه بخشی از این 20 درصد 30 درصد مالیات فدرال هستش، یه بخشش هم مالیات استانی هستش که در مجموع این شما اگه مثلا 80 هزار تا بگیرید 60 هزار تا دستتون رو میگیره، 55 هزار تا دستتون رو بگیره و بقیهش بابت مالیات میره. من یه ویدیو راجع به مالیات ساختم که تو اونجا نحوه حساب کردن مالیات رو توضیح دادم و گفتم اصلا این مالیات برای چی هست و مزایاش به چه صورت هست. دوست داشتید اون ویدیو رو هم ببینید. خب تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگر اطلاعات خوبی گرفتید خیلی خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید. این لایک کردن شما باعث میشه که یوتیوب این ویدیو رو به بقیه افرادی هم که مثل شما به این محتوا نیاز دارن نشون بده. خب حالا این مثلا یه مدل جاب بود که حالا اومده اینجا جنرال اکاونتبیلیتی سه کلیشو گفته، فانکشن هایی که شما باید برای این شغل انجام بدید، مهارت های مورد نیاز، احیانا ادویکیشن و نرم افزار مختلف اومده گفته. اگه حالا فردی باشید که این ریکوایرمنت رو داشته باشید و این درآمدی که اینجا نوشته، رنج درآمدی هم که اینجا نوشته شما راضی میکنه، میتونید از همینجا اپلای نه رو بزنید و غالبا با سایت اون در واقع اون شرکت میشید و میتونید اونجا اپلای رو انجام بدید، تا این سری رزومه رو پر بکنید و اینجور مسائل که حالا وارد اون بخشش نمیخوام بشم. ولی خب اینجا میبینید که رنج حقوق کارکنان این شرکت رو هم نوشته برای شروع 67K تا 83K. یه نکته بگم که این درآمدی که اینجا مینویسه معمولا درآمدها برای افراد تازه کار هستش، برای کسی که خیلی سابقه نداره. اصلا کلا این پلتفرما برای کسایی استفاده میشه که خیلی تازه وارد هستن و میخوان کار پیدا کنن. چرا حالا افراد خبره تر، افراد ماهرتر با سابقه کار بیشتر از اینا استفاده نمی کنن؟ چون معمولا اون افراد که سابقه کار بالایی دارن کانکشن های زیادی تو شرکت های مختلف دارن، دیگه احتیاجی به این سایت ها ندارن. مثلا مهندسی که 10 سال سابقه کار داره، 15 سال سابقه کار داره، دیگه نمیاد تو اینجا دنبال کار بگرده، قاعدتا یه سری افراد دیگه رو میشناسه، اگه هم از کار اولش به هر دلیل اومد بیرون راحت میتونه بره توی کار دیگه و مشغول به کار بشه. یه نکته دیگه هم بگم که درآمدها اینجا اینطوریه که معمولا بر اساس حالا اون کاری که برای اون شرکت انجام میدی و میزان مفید بودنتون امکان داره حقوقتون هم زیادتر هم بشه. صورت کلی بخوام بگم آره، برای یه مهندسی که تازه از دانشگاه اومده بیرون 75K عدد خیلی خوبیه. حتی اگه 20 تاشم بره 55 تا 50 تا در سال میتونه زندگی خیلی خوبی داشته باشه. حالا یه مقدارش که بابت خرج مخارج میره و بقیه‌اش میمونه و حالا فرد بخواد ماشینی بخره، هر کاری بخواد بکنه، واقعا درآمد اوکی هست. ولی خب به هر حال کسی که 10 سال سابقه کار داشته باشه، 15 سال سابقه کار داشته باشه توی این فیلدهای مهندسی و اینا، درآمدش میتونه هولوش 150 تا هم برسه. حالا یه سری مثال دیگه هم من اینجا دارم، آماده کردم اینجا. مثلا اینجا ما دیدیم که اینجا درآمدش 75000 تا بود، حالا این شرکت به صورت میانگین میده. شرکت بعدی که اینجا دارم 87500 تا میده. خب بستگی به اون بیزینسی که این شرکت داره، توی شهر میسیساگا هم هستش، شهر دیگه نزدیک تورنتو، درآمدش میتونه بیشتر باشه که این واقعا درآمد خیلی خوبیه برای شروع کردن. 87500 تا واقعا عالی هستش. خب بریم چند تا چیز دیگه هم با هم ببینیم. یه استراکچر انجینیر دیگه هم داریم 75 تا 80 کی. حالا راجع مهندسی دیگه هم اینجا من دارم، مثلا مکانیکال انجینیر، مهندس مکانیک، درآمدش رو بخوایم با هم ببینیم اینجا انواع اقسام کارها رو برای مهندس مکانیک زده، مثلا برای حالا لیتیوم باتری سیستم، برای سیستم های باتری لیتیومی، این کاری که اینجا پیشنهاد شده هولوش 60K تا 85K هستش که خب برای شروع بازم عدد خوبیه. یه نتیجه‌گیری کلی بخوایم با هم بکنیم، به این نتیجه رسیدیم که تازه واردها، کسایی که میان اینجا و تازه میخوان شروع به کار بکنن، حالا یه کارشناسی تو کانادا گرفتن یا ارشد گرفتن یا حالا شدن دکترا، درآمدی که میتونن انتظار داشته باشن عددی بین 60000 تا 90000 هستش. یعنی شما به یه جای تازه کار نمیتونید انتظار حقوق 100 هزار دلاری، 120 هزار دلاری، 150 هزار دلاری داشته باشید و معمولا به توی این رنج درآمدها هستش. یه شرکت دیگه، یه کار دیگه، حالا اینجا ریکوایرمنتاش هست خیلی واردش نمیشم، این هم گفته که 90 هزار برای اپتیمیزیشن ریسرچ سنتر که بحث حالا بیشتر بحث کامپیوتری و کدزنی و اینا هست، که البته خب درآمد این فرد تا 95K هم میتونه برسه. اینا که همه دارم اینجا میگم یه نمونه مثال هستش، این نمونه آگهی کار واقعی هستش. حالا امکان داره یه شرکتی بازم کمتر بگه، یه شرکتی بیشتر بگه و حالا پروسه اپلایشون هم قاعدتا این مقدار رقابتی هم هست، یعنی یه تعداد آدم اپلای میکنن براش، در نهایت در اساس اون توانایی ها و هر کس رزومه بهتری داشته باشه اون کار
به اون فرد تعلق میگیره. بریم یه مقدار دیگه، آها، سافت‌ور انجینیر، مهندس نرم افزار. خب می‌بینیم که این شرکت درآمد خیلی زیادی، یعنی حقوق خیلی زیادی می‌خواد به کارمنداش بده، بین 90 کی تا 155 کی گفته که میانگینی 122500 تاست که واقعا درآمد خیلی بالاییه و جز در واقع اون دسته با فراوانی زیاد هم هست درآمدش. واقعا اگه همچین شرکتی، واقعا همچین، یعنی فردی بتونه همچین درآمدی بگیره برای شروع کارهای 122500 تا، واقعا درآمد خیلی عالی هستش. حتی درآمدهای استاد دانشگاه ها شاید بر از برای به عنوان شروع هلوش 100000 دلار اینا باشه و به هر حال 122500 تا واقعا درآمد خیلی عالی است. یکی دو تا مثال دیگه هم اینجا دارم، بحث الکتریکال انجینیرینگ، در واقع مهندس برق، که این شرکتی که اینجا من پیدا کردم بین 80 کی تا 95 کی، 80000 تا 95000 تا، که حالا اینجا دقیق‌ترش رو گفته و حالا در واقع دیسکریپشن این شغل رو هم نشون داده بهتون که چه چیزهای نیاز و چه مهارتای نیاز داشته باشید. من لینک این سایت رو تو کانال تلگرام و تو همین دیسکریپشن ویدیو میذارم. پیشنهادم اینه که شما خودتون با توجه به رشته‌ای که دارید برید بگردید، یه مقدار با این سایت ور برید اگر حالا میخواید مهاجرت کنید بیایید و بعدش اینجا کار کنید، یا احیانا مهاجرت کردید و دنبال کار میگردید، این سایت خیلی بهتون میتونه کمک بکنه. و حالا یه دو دیگه مهندسی مکانیک هم اینجا من سرچ کردم، کلا بیشتر مهندسی ها رو من خودم سرچ کردم، چون خب بقیه تایتل ها رو خیلی نمیشناسم، مشاوره غیر مهندسی و در واقع بحث پزشکی اینا چون نمیشناسم خیلی سرچ نکردم، فقط بیشتر مهندسی هایی که خیلی اسمشون به گوشم خورده دیگه، مکانیک و برق و اینا رو سرچ کردم. و اینم مکانیکال انجینیرینگ که 85 کی تا 100 کی، یعنی میبینید هول و هوش بین 60 تا 90 100، یعنی دیگه این نهایت یک حقوقی هستش که یه فرد تحصیل کرده برای شروع کار توی کانادا میتونه بگیره. حالا من یه در مورد در واقع کار جنرال هم ویدیو ساخته بودم، کارهایی که حین دانشجویی میشه انجام داد، اگه دوست داشتید لینکش این بالا براتون میذارم، میتونید اونجا هم برید و حالا یه مقدار کارهای جنرال تر رو هم ببینید. این کارها کلا برای کارهای افراد تحصیل کرده هست دیگه که یه مدرک مهندسی، مدرک کار تخصصی دارن. یه سایت دیگه هم می‌خواستم بهتون نشون بدم که سایت در واقع indeed.com هستش، که حالا وقتی تو کانادا باشید میشه ca.indeed.com. این سایت جریانش چیه؟ این هم مثل همین سایت گلاستور هست که اینجا هم شما میتونید بیاید و بر اساس اون حالا هیته‌ای که دارید سرچ بکنید و شغلای مرتبط رو پیدا بکنید. سایت ایندید فرقی که با سایت گلاستور داره که شغلای جنرال تر هم توش پیدا میشه، مثلا بخواید مراقب باشید، بخواید احیانا کارهای کلی انجام بدید، مثلا سرگردانی انجام بدید و کارهای جنرال تر هم توش پیدا میشه، ولی گلاستور پلتفرمی که تخصصی تر هستش و چون که با لینکدین هم میشه لینکش کرد، چرا سخت شد، چون میشه با لینکدین هم لینکش کرد، یعنی چه کارهای تخصصی تر میشه توش پیدا کرد. و اینجا حالا من به عنوان مثال یه مثال بخوام بهتون نشون بدم، سیویل انجینیرینگ رو که سرچ کردم و آیدی که برام آورده مهندس مشاور رو برام آورده، کنسالتنت انجینیر، مهندس مشاور، و این هم بین 70000 تا 100000 تا در واقع فول تایم و شغل ثابت، که بازم همون چیزی شد تو همون رنجی هستش که من گفتم دیگه. میخوام این جنبندی کلی بکنم، اگه شما تو کانادا بیاید و درس بخونید یا حالا بیرون از کانادا درس بخونید و بیاید اینجا بخواید کار بکنید و بحث مهندسی و اینا باشید، چیزی که انتظار باید داشته باشین دستتون رو بگیره برای شروع کار یه عددی بین 60000 دلار تا 100000 دلار هستش، بستگی به حالا اینا به خیلی فاکتورها بستگی داره، به اون شرکتی که کار میکنید، به اون زمینه‌ای که تخصص دارین، کلا مهارت‌هایی که بلدین، بحث ارزشمندی شما هست. و خب 60000 تا 100000 دلار درآمد برای شروع، درآمد خیلی خوبیه. من الان به عنوان دانشجویی دارم با سال 25000 تا زندگی میکنم و 60000 دلار یعنی این سطح زندگی 4 برابر قرار بشه بحث درآمد دیگه. درسته این مقدار مالیات و اینا هم زیاد میشه، ولی کلا درآمد به نظر من درآمد خیلی خوبی هست. و یه نکته دیگه هم بخوام بهتون بگم که گفتم درآمدها پله‌ای زیاد میشه و اونطوری نیست که شما تا آخر عمر بخواید 70000 تا بگیرید. هر چقدر سطحتون بالاتر بره از مهندس اصطلاحاً جونیور که تازه وارد هستش، یه خیلی وقتا اینترن هم حتی افراد میان میشن، یعنی یه مدت میرن به صورت کوآپ، به صورت آموزشی تون شرکت کار میکنن، اول اینترنن، بعدش میشن جونیور انجینیر، بعد میشن سینیور انجینیر. وقتی سینیور که میشن چند سال سابقه پیدا میکنن دیگه حقوقا بالای 100000 تا میره. همونطور که ولی گفتم خیلی آگهی ها رو اینجا پیدا نمیشه کرد برای سینیر انجینیر، چون که اون سینیر ها دیگه بر اساس کانکشن هایی که ساختن، بر اساس اون شبکه‌ای از مهندس هایی که دارن میرن و کارها رو اونطوری پیدا میکنن، آفر ها رو اونطوری میگیرن.
امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. یه ویدیو تقریبا کوتاهی شد، ولی من سعی کردم که یه مقدار بحث درآمدها رو توی کانادا بگم، درآمد رشته مهندسی رو بگم، و قاعدتا برای رشته غیر مهندسی شما خودتون خیلی راحت میتونید اینجا سرچ بکنید توی سایت ایندید و سایت گلاس دور. من لینکشون رو پایین براتون میذارم و امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. همین، خیلی ممنون. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.